در ادامه بسیج مسلحانه مردمی، امروز باشندگان ولسوالی کراخ هرات جنگ افزار گرفتند و از آمادگی برای جنگ با طالبان سخن میزنند. نیروی امنیتی تنها ما فعلی نیروی امنیتی استاد هستیم، در فعلی از ما میجنگیم به دشمن، خدمت کنیم به وطن خوب، به جامعه خوب. بس که خسته شدیم، پل ما خراب شد، پل چنگ ما خراب شد، مطبع ما ویران شد. از سوی دیگر ده ها تن در شهر کندز با سلاح‌هایشان به جاده ها ریختند. آنان علت مسلح شدنشان را حفاظت از حفظ ارزش ها و دستاوردهای 20 سال گذشته می گویند. امروز اگر از کندز می گریزین، به شما می گم مرد یک روز می مره، نامرد هر روز می مره. اگر مردانوار استاد نمی شید، همی است که باز امی است که در یک جای دیگه هم بگریزین فرار کنین، طالب پشتتان میاد دوجا میمره. مردمانی که در بغلان بسیج شدند و رهبری آنان را شماری از نمایندگان این مردم در مجلس نمایندگان و برخی از فرماندهان دیگر به عهده دارند، علت برداشتن سلاح را پابند نبودن طالبان به صلح میگویند. جنگ راه حل افغانستان نیست، یک زمینه خوبی برای طالبان مساعد شده، بریم به طرف یک صلح دائمی. همزمان با این، وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی نگرانی‌ها را از پیامدهای بد ملیشه سازی و احتمال جنگ داخلی رد می‌کنند. مخ ملیشه سازی په هیڅ وجه نه غواړو او نه چاته اجازه ورکړو. دین باید خبر وي. ډیر زره کسان چې نوی دي موږ دپاره منظور شوی دي چې هغه په نظامي تشکیل کې رامنځته کیږي. اگر یا به امکانات و تسهیلات ضرورت داشته باشند، ما او را برشان فراهم می سازیم و بدون شک حمایت مردم از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بسیار مهم است. اما شماری از نظامیان پیشین می گویند اگر این حرکت ها مدیریت نشوند، خطر آفرین خواهند بود. به در شیوه چی در شروع شویده هم علامت خطر ده. در افغانستان بنسټونه باید دوه کوله شي چی په دې ارتباط باندې منظم برنامه ولري. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، حرکت های مسلحانه روزهای اخیر را حکومتی می داند و می گوید که اینها اربکی هایی هستند که در گذشته بیکار شده بودند.